همزمان با سفر نارندرا مودی نخست وزیر هند به ایالات متحده آمریکا باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا هشدار داده اگر دولت هند از حقوق اقلیت ها به ویژه مسلمانان هند حمایت نکند هند ممکن است شروع به تجزیه کند نخست وزیر هند اما به رغم دهها گزارش نهادهای حقوق بشری وجود هر گونه تبعیض علیه مسلمانان در هند را رد کرده است همکارم علی اکبری گزارش میدهد سفر اخیر نارند رامودی نخست وزیر و از رهبران حزب جانات های هند که اخیرا متهم به اعمال های سیستماتیک گسترده علیه مسلمانان است با واکنش هایی در میان سیاست مدارن و نهادهای حقوق بشری در آمریکا مواجه شده است باراک اوباما رئیس جمهور سابق ایالات متحده روز پنجشنبه شنبه یکم تیر ماه همزمان با سفر نخست وزیر هند به واشنگتن طی گفتگویی با شبکه سی این هشدار داد در صورتی که دهلی نو از حقوق اقلیت مسلمانان خود حمایت نکند با خطر تجزیه مواجه است وی همچنین خواستار رسیدگی به این موضوع در سفر جاری نخست وزیر نارندرا رامودی به آمریکا شد اوباما اظهار داشت که با توجه به این فرصت با نخست وزیر مودی گفتگو خواهد کرد تا نگرانی های مربوط به حفاظت از حقوق های قومی در هند را برطرف کند در سوی دیگر به رقم افزایش گزارش های آزار و اذیت مسلمانان در هند نارند رمودی نخست وزیر هند اعمال تبعیض علیه مسلمانان در هند را رد کرد او روز پنجشنبه در یک نشست مشترک خبری با جو بایدن در واشنگتن گفت دموکراسی و قانون اساسی هند از تمام شهروندان این کشور محافظت می کند. او در پاسخ به سوالی درباره بهبود روابط هندوها و مسلمانان گفت که هیچ نیازی به این کار نیست دعوت نارند رامودی از سوی جو بایدن با انتقاد گروه های حقوق بشری در آمریکا روبرو شده است آنها حکومت مدیرا به پیگیری سیاست های هندوگرایانه و ضد مسلمانان متهم می کنند پیشتر حدود هفتاد نهاد حقوق بشری طی نامه ای از جو بایدن خواسته بودند تا مودی را به خاطر نقض گسترده حقوق اقلیتها به ویژه مسلمانان در هند سرزنش کند مودی در حالی از قدرت دموکراسی در هند دفاع کرد که امسال جایگاه این کشور در فهرست جهانی آزادی رسانه ها از 140 به رتبه 161 نزول کرده است. در گزارش سالانه آزادی های مذهبی وزارت خارجه آمریکا نیز به موارد خشونت پلیس و گروه های خودسر علیه اقلیت های مذهبی و اظهارات شدید و لحن اعضای حزب حاکم علیه مسلمانان و دیگر اقلیت ها در هند اشاره شده است. علی اکبری اخبار شیعه